سلام میکنم خدمت همه همراه مکانیکی های عزیز. با شروع فصل سرما یکی از مهمترین نکات تعمیر و نگهداری مربوط خودرو چک کردن وضعیت ضد یخ یا همون مایع خنک کننده خودرو هست، چون این مایع میتونه حکم مرگ و زندگی رو برای ادامه روند حیات خودرو داشته باشه. امروز در خدمتون هستیم تا نکاتی رو در رابطه با ضد یخ بیان کنیم. ضد یخ و یا ضد جوش مایعی هست که به منظور جلوگیری از یخ زدگی و یا افزایش نقطه جوش آب مورد استفاده قرار میگیره. یکی از مهمترین وظایف ضد یخ جلوگیری از یخ زدگی در فصل سرد سال است، چون وقتی آب یخ میزنه حجم آب افزایش پیدا میکنه و یا به عبارتی منبسط میشه. اگر این آب درون محفظه سربسته باشه، با توجه به افزایش حجم نیاز به فضای بیشتری داره که با توجه به فلزی بودن قطعات خودرو میتونه صدمات شدیدی رو به ماشین وارد کنه. البته این مایع در تابستون هم کاربرد داره و با افزایش نقطه جوش مانع از جوش آوردن خودروتون میشه. در ابتدا یک سری نکات در مورد استفاده از ضد یخ رو خدمتتون بیان میکنم. مورد اول، از ضد یخ به تنهایی در رادیاتور خودرو استفاده نکنید، چون به تنهایی قابلیت چندانی در محافظت از گرما و یا انجماد نداره، اگرچه برخی از شرکت ها خودشون نسبت آب به ضد یخ رو رعایت کردن. مورد دوم، نسبت آب به ضد یخ با توجه به شرایط هوای منطقه‌ای که در اون زندگی می‌کنید و نوع خودرو و شرکت تولید کننده ضد یخ متفاوت هست. اگر غلظت ضد یخ بیشتر از مقدار توصیه شده باشه، امکان خرابی واتر پمپ و افزایش خوردگی وجود داره. همچنین اگر غلظت ضد یخ کمتر از حد توصیه شده باشه، موجب افزایش نقطه انجماد و یخ زدن اون در مجاری سیستم رادیاتور میشه. مورد سوم، رنگ ضد یخ هیچ ارتباطی به کیفیت ضد یخ نداره. همچنین بوی نامطبوع میتونه دلیلی برای خراب شدن اون باشه. مورد چهارم، توجه داشته باشید که کیفیت آب استفاده شده در ضد یخ مهمه و تا اونجا که ممکنه باید از آبی استفاده بشه که املاح کمی داره. و اما مورد پنجم، ضد یخ‌ها کفی تولید نمی‌کنن. مشاهده کف میتونه به علت وارد شدن هوا به سیستم و یا سوراخ شدن بخش مکش واتر پمپ باشه که باید تمام لوله‌ها، واشرها، بست‌ها و ترموستات چک بشه و نسبت به تعمیر اون اقدامی صورت بگیره. و اما مورد آخر، اینکه ضد یخ رو باید به موقع تعویض کرد و در صورت عدم انجام به موقع این کار، خاصیت ضد خورندگی این مایع از بین میره و همچنین ممکنه خاصیت مقاومت در برابر سرما و گرمای خودش رو از دست بده که موجب خسارت زیادی به مالک خودرو میشه. زمان مناسب برای تعویض ضد یخ رو در شرایط عادی معمولا سالیانه و یا پس از طی مسافت 30,000 کیلومتر بیان میشه، اما در شرایط سخت رانندگی مثل آب و هوای نامناسب و مسافت‌های طولانی رانندگی این میزان کارکرد یه مقداری کمتر میشه. این رو هم در نظر بگیرید که هر 1000 کیلومتر یا هفته یک بار سطح مایع خنک کننده خودروتون رو چک کنید. نحوه تعویض کردن ضد یخ هم به این صورته که در ابتدا بذارید موتور کاملا سرد بشه و سپس در رادیاتور رو باز کنید، سپس زیر موتور برید و در پایین رادیاتور دنبال یک شیر تی‌شکل بگردید، یک تش رو زیر رادیاتور قرار بدید و شیر رو باز کنید و بذارید مایع به صورت کامل تخلیه بشه. همچنین باید مایع درون پوسته موتور رو هم تخلیه کنید. روی پوسته موتور یک یا دو شیر موجود هستش که با باز کردن اونها میتونید آب موجود در خودرو رو تخلیه کنید. روش دیگه‌ای هم وجود داره که نیاز نیست پیچ‌ها رو پیدا کنید. تو این روش شیر تخلیه رادیاتور رو باز کنید، موتور رو روشن کنید و از بالای رادیاتور آب بریزید. این کار آب درون پوسته موتور رو به جریان میندازه و ضد یخ باقی مونده رو خارج میکنه. بعد از اون موتور رو خاموش کنید، شیر تخلیه رو ببندید و تا حد مجاز مخزن آب رو از ضد یخ و آب پر کنید. امیدوار هستیم با بازدید و تعویض به موقع ضد یخ از آسیب رسوندن به خودروی خودتون جلوگیری کنید. در پایان با تشکر از همراهی شما، لطفاً نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. خدا نگهدار.